مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با حضور رهبر انقلاب صبح فردا در مصلای امام خمینی. تهرانی ها فردا نماز جمعه را هم به رهبر انقلاب اقتدا می کنند. ساختمانی که نیروهای داخل آن کارشان کمک رسانی و درمان مجروحان بوده، اصلا از آثار وسایل ها براحتی میشه فهمید که اینجا یه مرکز امداد و نجات و درمانی بوده. جلیقه امدادگرانی هست که میبینید. هدف قرار دادن این مرکز درمانی اوج بیرحمی و خباثت رژیم صهیونیستیه که به هیچ کس رحم نمیکنه. در واکنش به عملیات وعده صادق دو، موزیک ویدیوهای خودجوشی هم باز تولید و منتشر شد. کارهای خلاقانه از هنرمندان جهان در شبکه‌های اجتماعی هم در حال دست به دست شدن است، مثل یک نقاشی متفاوت روی دیوار و روی زمین از دو جوان عراقی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، به خبر 23 خوش اومدید. مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از سوی رهبر انقلاب اسلامی فردا جمعه از ساعت 10:30 در مصلای امام خمینی تهران با حضور معظم الله برگزار می شود. در آستانه نخستین سالگرد حماسه طوفان و الاقصای رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه فردای تهران هم به امامت حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی اقامه خواهد شد. امروز به میان مردم اومدم و ازشون پرسیدم فردا مهمترین خبر چیه؟ فردا روزیه که قراره همه بریم نماز جمعه. حضرت آقا تشریف میارن مصلا. فردا؟ به به، عالیه. ما هم برای این روز ذوق داریم دیگه. بعد از 5 سال خدای خوشحال شدم. واقعا چش انتظاریه. واقعا دلم خودم تنگ شده براش. خوشحال شدم. تو برنامه‌ام گذاشتم که اگه بتونم برم. خیلی خوشحالم. همچین جمعه هایی خیلی کم پیش میاد. آخ این چقدر خوبه. یعنی حس غروری که داریم با سخنرانی آقا خیلی زیادتر و یعنی من خودم یه شرفی الان درم وجود شد چون خبر نمیدونستم. ما اهل کوفه نیستیم، اهل تناب اومد. هیچ موقع نبودیم. مملکت رو دوست داریم بابا، مگه ما خاکمونو میفروشیم؟ آقا جان ما فردا هستیم به کوریه چشم تمام دشمن. انشالله با همسرم اول انشالله حضور به هم میرسونیم. چه پیامی میتونه داشته باشه؟ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، مردم پشت رهبرن، رهبرم با مردمه، در کنار مردمه. ما احساس خوبی داریم، ملت ایران فردا همه پشت حضرت آقا هستن. حضور آقا یه سیلی محکم، یه مشت محکم میتونه تو دهن ابرقدرت ها باشه. فردا من حتما میرم برای اینکه آقا میخواد نقشه راه رو برای ما روشن کنه. این وحدت ملی رو نشون میده که هر قشری با هر تفکر خاصی نسبت به موضوعی که اتفاق افتاده وحدت دارن. فردا یک روز باشکوه برای ملت ایران. فردا روز اقتدار ایران است. آمدن ایشون یه قوت قلبه برای ما. مطمئنم که آقای صحبت‌های خیلی مهمی دارن. فردا قطعا حساب کار دست خیلی ها از جمله اسرائیل و آمریکا هم دستانش خواهد. عشق رهبر. واقعا از ته دلم میگم که مشتی تو دهن دشمنان بزن و بگیم که مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، ما همیشه پایدار هستیم. من واقعا حضرت آقا میدونم فردا یه روز تاریخیه و میدونم شما همیشه درست تصمیم میگیریم. سلام عرض میکنم حضرت آقا. فردا ما شما رو در نماز جمعه میبینیم. فردا نماز جمعه یادتون نره. خلاصه مردم بر این باورن که بعد از عملیات وعده صادق دو فردا یک روز تاریخی و باشکوه برای ملت ایران خواهد بود. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. در پیش پای ملت ایران عبارت است از قوی شدن. باید تلاش کنیم قوی بشیم. آمین. آمین. آمین.
پاتک سنگین حزب الله به تیپ گولانی. حزب الله لبنان اعلام کرد نظامیان متجاوز صهیونیست رو با یک بمب در جنوب این کشور هدف قرار داده. در این عملیات شماری از نظامیان تیپ گولانی که قصد نفوذ به شهرک مارون و رأس از قسمت غربی اون رو داشتن کشته و زخمی شدن. پس از این عملیات والگردهای ارتش صهیونیستی برای انتقال کشته ها و زخمی ها به زمین نشستند. هدف قرار دادن یک تانک مرکاوا با موشکی هدایت شونده از جمله اقدامات میدانی امروز مقاومت لبنان بود. حزب الله همچنین چند مرکز نظامی و شهرک در شمال سرزمین های اشغالی را زیر آتش گرفت. در جدیدترین حملات رژیم صهیونیستی به لبنان هم ساختمان روابط عمومی حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت بمباران شد. الله اکبر. اما بمباران مناطق جنوبی لبنان و شمال بیروت هم به شهادت و زخمی شدن چندین نفر منجر شد. این لحظات بعد از حمله به یک مرکز امداد و نجات در شمال بیروت است. جایی که رژیم صهیونیستی بامداد امروز با بمب‌های مختلف آن را مورد هدف قرار داد. ساختمانی که نیروهای داخل آن کارشان کمک رسانی و درمان مجروحان بوده. اصلا از آثار وسایل ها براحتی میشه فهمید که اینجا یه مرکز امداد و نجات و درمانی بوده. این جلیقه امدادگرانی هست که میبینید. در این حمله 6 نفر از کادر درمان و 3 نفر از مردم به شهادت رسیدن و 13 نفر هم مجروح شدن. امتی اسرائیل و امریکا. این لباس ها، این مددیاران شرف ما، عزت ما هست. ببین امریکا، اسرائیل، ما پیروز میشیم. هدف قرار دادن این مرکز درمانی اوج بیرحمی و خباثت رژیم صهیونیستیه که به هیچ کس رحم نمی کنه. من به عنوان خبرنگار تی‌آر‌تی ترکیه آنچه امروز از این حمله به این مرکز دیدم نقض تمام قوانین بین المللی است که اسرائیل انجام داده است. کجای دنیا به نیروهای امدادگر حمله موشکی می شود که رژیم صهیونیستی آن را انجام داده؟ رژیم صهیونیستی علاوه بر این منطقه بامداد امروز جنوب بیروت رو هم بمباران کرد. حسینی بای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت. صدای حمایت دانشجویان از جبهه مقاومت رساتر از همیشه. دانشجویان امروز در میدان فلسطین یک صدا از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام انزجار کردند. اینجا میدان فلسطین، مبدا اجتماع دانشجویان سراسر کشور. تمام دانشجویان آماده دفاع از حریم امنیت ولای الهی هستند. ما امروز از بروجرد اومدیم اینجا فقط واسه این راهپیمایی. دانشجویان همونقا بو میدان جلمامزنان ثابت لمشق که همیشه حاضر در صحنه و خصوصا ثابت لمشق که همیشه رهبر دالسین دیگ و جانمز اون ملت فدایلر. منو جوانای ما رو نشناختن چون دفاع درک از دفاع مقدس ما نداشتن. آمدند برای تجدید پیمان با آرمان و شهدای قدس. سید حسن نصرالله فکر است. سید حسن یک شخص نبود، بلکه یک فکر بود، یک تفکر بود و تفکرش وقت نخواهد مرد. برای خدا قوت گفتن به جوانان محور مقاومت آمدند. از حزب الله و مردم عزیز فلسطین حمایت میکنیم. برای دستمریزاد به فرماندهان و نظامیان ایران اسلامی. واقعا دمشون گرم و شیر مادر و نان پدر حلالشون دلاورانی عزیزمون. اسرائیل تهدیدش رو بخواد عملی کنه، پاسخ نظامی های ما باید چی باشه؟ مطمئن باشید 100 برابر قوی تره و اسرائیل رو به آتیش میکشن این سری. یه پیام هم بدین به نتانیاهو و رژیم صهیونیستی. دخلت اومده. جوانان دانشجوی ایرانی از سراسر کشور پیامشان یک چیز بود، این که اگر خطایی از اسرائیل سر بزند فرصتی برای جبران اشتباهش نخواهد داشت. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی به مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه یافا در فلسطین اشغالی خبر داد. به گفته یحیی سری پهپادها بدون اینکه رهگیری بشن به هدف اصابت کردند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر ادامه عملیات تا پایان تجاوز به غزه و لبنان تاکید کرد. نیروهای مسلح یمن دیروز هم اعلام کردند در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و لبنان، مواضع نظامی در عمق فلسطین اشغالی رو با 3 فروند موشک قدس 5 هدف قرار دادند. متن بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره بزرگداشت 14500 شهید مازندران که 28 شهریور ماه برگزار شده بود، امروز در محل برگزاری همایش در ساری منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مازندران را از لحاظ فداکاری همه جانبه برای انقلاب در مقاطع گوناگون استانی شاخص برشمردند و گفتند مردم مازندران در مبارزه با ضد انقلاب، دفاع مقدس، دفاع از حرم و هر میدان دیگری که نیاز به فداکاری و هزینه دادن بود حضور داشتند. ایشان شهدا را گنجینه ای تمام نشدنی و قابل استفاده برای همه دوران خواندند و افزودند هر شهید حالات و ماجراهایی دارد که در نهایت او را موفق به کسب مقام شهادت کرده که باید این ماجراها با تدقیق در زندگی آنها استخراج و در قالب‌هایی همچون کتاب، فیلم و سریال، نقاشی، مجسمه سازی و داستان پردازی به مخاطبان به خصوص جوانان منتقل شود. رهبر انقلاب گفتند باید یاد شهدا را زنده نگه داشت، چرا که شهیدان زنده‌اند و یاد آنها نیز حرکت آفرین و حیات بخش است. نشست نهایی دومین کنگره شهدا و سرداران استان مازندران عصر امروز آغاز شد. مازندران 14500 شهید تقدیم ایران و نظام اسلامی کرده. توقف جنایت‌های صهیونیست‌ها محور اصلی رایزنی‌های رئیس جمهور در قطر. آقای پزشکیان امروز پیش از ترک دوحه در دیدار با هیئت عالی رتبه جنبش حماس، وزیر خارجه عربستان و نخست وزیر تایلند بر لزوم اتحاد و حذف اختلاف نظرهای کشورهای اسلامی تاکید کرد و گفت همونطور که رژیم صهیونیستی به تنهایی نمیتونه دست به این جنایات بزنه و پشتش به حمایت آمریکا و اروپا گرمه، مقابله با این رژیم هم نیازمند پشتیبانی و همافزایی مسلمانان با مردم مظلوم فلسطینه. مجید دیوانی از مستشاران سپاه پاسداران در سوریه که در پی حمله هوایی 3 روز پیش رژیم صهیونیستی مجروح شده بود، امروز بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید. مراسم وداع با این شهید والا مقام فردا ساعت 16 در معراج شهدای تهران برگزار خواهد شد. سفرای آلمان و اتریش به وزارت امور خارجه احضار شدند. در پی اقدام آلمان و اتریش در احضار رؤسای نمایندگی‌های ایران و اعتراض به پاسخ مشروع کشورمون در تنبیه رژیم متجاوز صهیونیستی، سفرای آلمان و اتریش به وزارت امور خارجه احضار شدند. مدیر کل غرب اروپا در نشست احضار ایران تاکید کرد در دفاع از امنیت خود کاملا مصممیم و اقدام نیروهای مسلح ایران در راستای اصل دفاع مشروع و بر مبنای ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و بعد از 2 ماه خیشتنداری صورت گرفته. مدیر کل غرب اروپا با محکوم کردن مواضع حمایتی برخی کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی گفت اگر طرفهای اروپایی با اقدام عملی از جمله قطع حمایت‌های مالی و تسلیحاتی جلوی ماشین نسب کشی رژیم صهیونیستی را به موقع می‌گرفتند، امروز شاهد فجایع این چنینی نبودیم. پیکر مطهر شهیدان ابوالفضل جهانی و حسین علی کیخا از شهدای جنایت تروریستی محور خاش تشییع و به خاک سپرده شد. شهیدان ابوالفضل جهانی و حسین علی کیخا از مرزبانان هنگ مرزی جکیگور بودند که 2 روز پیش حین تردد در جاده زاهدان به خاش در تیراندازی به سمت خودروهای سازمانی به دست اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت رسیدند. نوه من شهید شده، ولی شهید باعث افتخار برای
نظام حکومت شهید شده. دشمنان که فرزندان مرا به شهادت خونده، کور خونده، ما تا آخرین قطره خون خدر را اسلام و رهبری استاده با تمام وجود و تمام قدرت. آلودگی پیاپی هوای مشهد 5 روزه شد. سامانه پایش کیفی هوای خراسان رضوی هوای این کلان شهر رو هم اکنون 146 و در حالت ناسالم برای همه گروه ها نشون میده. از ابتدای سال تا کنون مشهد 29 روز آلوده رو تجربه کرده. فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه در بین دانشجویانی که در حمایت از مقاومت تجمع کرده بودند گفت ناوهای آمریکایی در کنار کشورهای اروپایی در پی مقابله با پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی بودند، اما هر آنچه بافته بودند پنبه شد. این دید و بازدیدها، خندیدنها، گپ و گفتها و رفاقتها جایی به کار آمد. اوباما به رسم رفاقت 8 میلیارد دلار به تعهد قبلیشان اضافه کرد. جورج بوش سالانه 3 میلیارد دلار برای صهیونیست‌ها در نظر گرفته بود و اوباما آن را به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار رساند. پس از تهاجم صهیونیست‌ها به غزه هم مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمک فوری 14 میلیارد دلاری به آنها را تصویب کرد. ما وظایف و تعهداتی داریم و می‌خواهیم از دوستمان اسرائیل حفاظت و به آن کمک کنیم. کمک‌های میلیارد دلاری که بخشی از آنها برای پیشرفت و بروزرسانی این سامانه‌ها هزینه می‌شوند. گفته می شود از 14 میلیارد دلار کمک آخر آمریکا به صهیونیست ها 4 میلیارد دلار آن برای توسعه و بروزرسانی گنبد آهنین، 1 میلیارد دلار برای فلاخن داوود و 2 میلیارد دلار برای سامانه پیکان هزینه شده شد. گنبد آهنین سامانه‌ای که برای رهگیری هواپیماها، پهپادها و موشک‌های کروز طراحی شده. فلاخن داوود ساخت آمریکا و صهیونیست‌ها برای رهگیری راکت‌های میانبرد تا دوربرد ساخته شده. و سامانه پیکان ویژه رهگیری موشک‌های بالستیک دوربردی است که خارج از جو زمین پرواز می‌کنند. پیکان طراحی مشترک شرکت بوئینگ و صنایع هوافضایی رژیم صهیونیستی، سرعت موشک‌هایش 9 برابر صوت است و می‌توانند همزمان به 14 هدف شلیک کنند. سامانه‌ای که گاردین می‌گوید گران قیمت است و به نقل از یک مقام سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده هر یک رهگیری موشک بالستیک توسط این سامانه 3.5 میلیون دلار هزینه دارد. هزینه‌ای که بخش اعظمی از آن را آمریکا میلیارد دلاری پرداخت کرده برای سامانه‌ای که امتحانش را اینطور در میدان نبرد در برابر بالستیک‌های ایرانی پس داد. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما. نقاشی، موسیقی، نماهنگ، آثار تجسمی و سینما در هفته‌ای که گذشت همراه بود با ابراز ارادت‌هایی به شهید سید حسن نصرالله و البته واکنش به عملیات وعده صادق دو. تئاتر و سینما به احترام شهید سید حسن نصرالله تعطیل بود. واکنش‌های هنری و روشنگرانه اما به این اتفاق تلخ پررنگ. آنقدر که یک بار در ابتدای هفته و بعد از خبر شهادت و یک بار هم بعد از حمله تلافی جویانه ایران دیوارنگاره‌ها به رنگ موضوعات روز در آمدند. دیوانگاره هایی که در سالهای اخیر اغلب فراتر از محل نصبشان حرف و پیام و اثر دارند. دیوانگاره ها توی تهران در مرکز و معرض توجه افکار عمومی بودن، یعنی مثلا میدون ولی اسم، میدون انقلاب، میدون فلسطین. خب مردم هزاران نفر در روز دارن از کنارش رد میشن. به صورت خاص هم وقتی این ضرب میشه توی واکنش به هنگام به یه موضوع مهم مثل مثلا شهادت سید مقاومت، خب این ضرب چند برابر میشه.
فرهنگ ها نیز در روزهایی که گذشت به تناسب موضوعات به سرعت ساخته شدند. تایران ابابیل یکی از آنهاست، کاری از گروه زوها در لاهیجان. با 23 همراه شما هستیم. نخستین نشست خبری سخنگوی دولت هم شعر فارسی داشت، هم واژه فرنگی. سازه ورودی برخی شهرها هم همچنان فرنگیه. گزارش زبان معیار امشب رو ببینید. سال گذشته رئیس جمهور بعد از سخنگاه رئیس جمهور به جای تریبون از همین سخنگاه با شما سخنگو، توجه سخنگوی دولت به شعر فارسی هم نیما یوشیج میگه یک دست بی صداست، نوید یک پروژه بدون واژه فرنگی میداد. اما پروژه نیست، مسیره، پروسس اصطلاحاً. خانم سخنگو اصطلاحاً پروسه رو گفت و یه مانور هم داد. به عبارتی مانور خبری بدید به درستی بهتون ندیم، یعنی به عبارتی استراتژیک رو هم به جای راهبردی گفت. یکی از موضوعات استراتژیکی است. اولین نشست خبری خانم سخنگو بود، پربار و با سرعت بالا در گفتن واژه‌های فرنگی. اینم یه مزیتیه، شوخی کردم، حتما سرعتمو میارم پایین. سه روز پیش که دیگه ما استرسمون رفت بالا. رئیس سازمان غذا و دارو تو سخنرانیش استرس داشت و میبینن ما چقدر استرس گرفتیم و مدام مکس میکرد. در واقع مکسی که میکنم برای اینکه میتونم یه کلمه یا انگلیسی بگم، بعد این دوستان واحد مرکزی خبر خلاصه این رو آره مورد عنایت قرار بدن ما رو. لطفاً یه بررسی بفرمایید، عنایت ماست یا فیدبک ای بابا بازخورد فرنگیگویی خودتون؟ اینو من بررسی کردم و دیدم واقعاً فیدبک مثبتی داره. که در سیستم رئیس مجلس هم اگرچه آخرین ورژنش هم سال درست چک نشده بود. از بالا اتاق چک کردن. به جای نمایشگر هم مانیتور داشت. گزارش شما الان میگه مانیتور داره. مهر 1403 شهرستان دماوند، سازه ورودی آبسرد. برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه، کاملا به انگلیسی نوشته شده و فارسی سازی نشده. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. در پناه خدا باشید تا فردا شب.